رادیو همراه بفرمایید. الو سلام. سلام بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. یه موضوعی دارم که در رابطه با رابطه خودم هست و موضوع ازدواج، میخواستم که مطرح کنم خدمتتون. بفرمایید. خب اطلاعات من، شما چند سالتونه؟ من 35 سالم. این دختر خانم چند سالشونه؟ ایشون هم 35 سالشونه. به من بفرم آخر هست. از چند تا آخه؟ از 4 تا فرزند آخر هستیم. من یه برادر هم داشتم که برادرم رو از دست دادم. به دلیل هر دو فرزند به دلیل ها متاسف. خب بریم، هر دو چی خوندی چه میکنید؟ من لیسانس حسابداری هستم و توی همین حوزه کار مالی فعالیت میکنم و ایشون PhD ژنتیک خوندن. الان دارن پایان نامشون رو، در واقع مقالهشون رو توی مرحله سابمیت هستش و چیز زیادی نمونده به اصطلاح ارائه و بعدش میخوان باش چی کار کنن؟ شغل و کارشون بعد از اون چه خواهد بود؟ حالا فکر میکنم که باید یه توضیحی بدم در رابطه با رابطه‌مون و در ادامه بهتون بگم که بفرمایید چه کار قراره که ایشون انجام بده. ما حدود 6 سال پیش با هم آشنا شدیم، توی آموزشگاه موسیقی با هم آشنا شدیم و توی اوایل رابطه‌مون خب خیلی من احساس خیلی خوبی همیشه نسبت به ایشون داشتم. توی بعد و آشنایی با ایشون هم همه چی خیلی خوب بود و خیلی حس خوبی بینمون جاری بود و من خودم به شخصه ایدئالم برای یک رابطه و شناخت یه آدم همیشه این بوده که با خود اون شخص، با درونیات اون شخص من مواجه بشم و خودش رو بشناسم و ایشون هم فکر میکنم با همین ایدئولوژی اومد جلو و با هم دیگه آشنا شدیم. یک مدتی چند ماهی از رابطه‌مون گذشت و کم کم من متوجه شدم که خب اختلافاتی وجود داره از لحاظ شرایط اقتصادی و نفهمیدم اختلافاتی از نظر فرهنگی. نه فرهنگی شرایط اقتصادی هنیش. ایشون دانشجو هستن، شما لیسانس گرفتید داری کار میکنید، ایشون ای بس و حقوق و درآمدی ندارن. بعد از اینکه برن سر کار یه درآمدی خواهند داشت که بازاری داره، قیمت داره، ولی این سرا اختلاف اقتصادی نیست. اختلاف طبقاتی از لحاظ خب خانواده هامون، خانواده ایشون توی یه جایگاه دیگه ای هستن و از لحاظ مالی و کلن جایگاه حالا شغلی شرایط دیگه ای رو تجربه میکنن. خود پدرشون، برادراشون، حالا خانواده کنن. نه سب کنید. آخه شما از روز اول میدونستید ایشون به چه خانواده تعلق دارن. ایشون فرض کنید خانواده، اگر 5 نوع خانواده داریم که معمولا ما در جامعه شناسی 5 طبقه یا لایه رو میشناسیم، ایشون بالا هستن، شما مثلا پایینی. خب این که از اول آشکار بوده، شما چرا بعدن به این نتیجه رسید؟ یا ایشون هست که بیشتر باید به این موضوع توجه میکردن تا شما؟ چرا بعدن؟ خب شما به اینجا نسب کنید، شما به اینجا میرسید که ما از در لایه و طبقه اجتماعی به هم نمیخوریم، اینو کاملا متوجهم. ولی بسیاری از اوقات در یه جامعه مانند ایران اونقدر مسئله نیست. اگر بعدش هم ادامه پیدا کنه خب مسئله فرق میکنه. یعنی اگر شما فرض بفرمایید تحصیلاتی دارید با یه درآمد فرض کنید 1,000,000 تومان، ایشون یه تحصیلاتی داره در درآمد 5,000,000 تومان، خب اون باز مسئله میشه در یه جامعه مانند ایران که معمولا نقش مرد از نظر اقتصادی به نظر میرسه انتظار از بهتر باشه. خب این واقعیت هاییست که همون روز اول و هفته اول میدونستی. چون
شما اونو نادیده گرفتید، گفتید بذار همدیگه رو بشناسیم بعد از درون خوشمون بیاد. اصلا خب اون حرف درستی بود که ما خود همدیگه رو بشناسیم، بریم به هم میخوریم، به درد هم میخوریم. ولی ماجرای لایه و طبقه اجتماعی و بقیه عوامل هم مسئله هستن، اونو نمیشه این کار کرد. خب حالا به اینجا هر آیا شش ساله نه میتونه صبر مسئله کنید، بازدارنده باشه اگر به علاقه عمیقی بین دو نفر وجود داشته باشه؟ یعنی نه نه ما نمیتونیم امیدوار باشیم که آیا نه نه صبر میتونیم این کنید، موضوع رو نه چیکار حرفاتون یه ذره، نتیجه بگیریم؟ حرفاتون یه ذره استدلالتون ببخشید عزیز، استدلالتون واقع بینانه و عاقلانه نیست. مسئله یعنی چی؟ یه تفاوت هست که هیچ کارش نمیشه کرد، تفاوت فرهنگی یکی ایرانی یکی امریکایی، تفاوت مذهبیه یکی مسلمان یکی یهودی، اینا یه چیزهاییست که همجوری میمونه. ولی قصه لایه و طبقه اجتماعی، آدم ها در یه شرایطی هستن، بله مطالعات نشون میده که آدم ها بهتر است که به یه لایه و طبقه اجتماعی تعلق داشت باشن، مسائل و مشکلات کمتری دارن. ولی اگر دوتا آدم به هم بودند و علاقه من شدن که دیگه حالا اونها نمیتونه موضوع باشه، برای که اونها مسائل اساسی نیستن. دوم، چرا 6 سال طول کشیده؟ به خاطر اینکه مخالفت وجود داشته. خب مخالفت ما که بوده با خودمون تصمیم، نه صبر کنید، شما مخالفت رو باید به یه جایی میرسوندید، یا مخالفت رو از بین میبردید، یا نسبت به مخالفت بی‌اعتنا میبودید. خب ما خیلی تلاش کردیم برای این موضوع و برای چه موضوعی؟ جدید عزیز من، برای عزیز من، اینکه نه 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 بذاری بذاری قدم به قدم بریم، ولی کار دست، چون شما نگاهتون فهمیدم چجوری مسئله با هم مخلوط میکنید. شما به من میفرمایید تلاش کردیم که اون مخالفت رو از بین ببریم، نشد، اونو میپذیرم. اما دومیش احتیاج نبود که تلاش کنیم، شما دوتا میتونستید، حالا ای شما از یه طرف ایشون بگید پدرم در من مخالفم، خوب باشه، اون تلاش نمیکنه، اون تصمیم برای مخالفت. خب حالا ولی چرا ادامه دادید؟ چرا دوتایی خودتون رو حروم کردید؟ چرا دوتایی رفتید سراغ یه چیزی که به جایی که برای هم خوب و مفید باشید به هم دیگه آزار برسونید و آسیب بزنید؟ خب آقای دکتر، ما همین الانش هم که من با شما صحبت میکنم، ما رابطه خوبی داریم با هم دیگه، رابطمون رابطه خوبیه و عزیز دل، ببخش باز قطعت میکنم، عزیز دل یه ذره صبر کن، آخه میدونم ساعت 4 صبح باید پرت و پلا بگی. عزیز دل، تمام زن و مردای دنیا بدون در نظر گرفتن بقیه چیزا رابطه خیلی خوبی دارن، برای که طبیعت اینجوری درست کرده، این که مبنا و ملاک نیست. برای شما که در جهت رابطه نبودید، شما میخواید ازدواج کنید، به چیزای دیگه باید توجه کنید. اون عوامل که تعیین کننده برای شما بودند و هستن، اینگونه که میگید که برای بیشتر آدم ها هستن، اونا مانع بودن، اونا که خب سر جاشونه. ولی چرا ادامه دادید؟ چرا که خانواده ایشون که با ازدواج دخترشون مخالفند، چرا شرایطی فراهم نکردند که دخترشون از یه رابطه ای که به نظر اونا درست نیست دور کنند؟ خب خواستن خانواده در قالب حالا مشورت مشاوره با ایشون صحبت هایی کردن و من میخوام به شما بگم الان که من با شما دارم صحبت میکنم، خانوادهشون به مرحله پذیرش رسیدن و اخیرا به مرحله پذیرش رسیدن و با ایشون صحبت کردن، گفتن که ما این خواسته خواسته توه، پس ما موافقش هستیم، ما هم با شما اگر کاری لازم باشه کمکتون میکنیم. خب حالا مشکل چیه؟ خانواده پسر و قرار بر اینه که حالا من به همراه خانواده هم برای حالا بحث خواستگاری قدم برداریم. خب مسئله ای که وجود داره اینه که خب ما یک بار هم به همراه پدر و مادرم من خونه اینا ایشون رفتیم، ولی خب خروجی جلسه اون چیزی نبود که مطلوب باشه، یعنی خود من هم اونجا حالا صحبت هایی که شدش بالاخره دیدم که
صحبت های از سمت حالا بیشتر خانواده من، صحبت هایی که مطرح شد صحبت های مناسبی نبود، خودم اون رو یعنی چی؟ نه، یعنی چی تونستم و از جانب خانواده شما صحبت های مناسبی نبود؟ یعنی چی گفته شد؟ فکر میکنم حالا در رابطه با اینکه شرایطمون به چه صورتی هستش و بیشتر مسائل منفی صحبت شد، در صورتی که این میتونستش خیلی امیدوار کننده، میتونست در قالب مسائل مثبتتر خانواده ما یعنی مثلا نه صحبت خانواده کنند. شما چه چیز منفی رو گفتن پدر یا مادر؟ مثلا در رابطه با اینکه حالا ما توانمون در برای مثلا پسرمون مثلا در چه سطحی هستش، مثلا نمیتونیم خیلی مثلا براشون اقدام خاصی بکنیم برای چه کاری؟ و توی اون زمان نه برای برای چه کاری؟ ازدواج نه آخه برای چه هزینه ای؟ خود برای حالا شرایط به وجود آوردن شرایط ازدواج دیگه، حالا از عروسی بگیرید شما تا حالا کمک های مالی و این چنینی. کلیت قضیه این بود که آخه خیلی من صبر کنید عزیز من، عزیز من، یه پسر و دختری چند ساله با هم هستن، همدیگر رو معتقدن میشناسن و دوست دارن، میخوان با هم ازدواج کنن. پدر و مادر شما اولا چرا با دید منفی رفتن؟ بعد با دید منفی نرفتن، اصلا واقعیت رو گفتن یا خواستن اونا توقع انتظاری نداشته باشن. اون طرف خانواده اگر یه خانواده نسبتا فکر نمی کنند خانواده شما بدند، نه اینکه کم پولند، بدن اگر اینجوری فکر نمی کنند، حالا به خاطر عروسی ما یه ازدواج و یه علاقه و عشق و محبتی که چند سال طول کشیده، حالا که شده 6 سال، رو بذاریم کنار، رو خاطر اینکه شما انتظار دارید برای فرض کنید ما مهمانی 500 نفره بدیم، ما بیشتر از 100 تا نمیتونیم. انقدر با جزئیات گفته نشده، ولی خب در کلیات حالا صحبت هایی رو مطرح کردن که بیشتر این پیام رو دادن که ما ناتوانیم انگار در خب معلومه ناتوان، نمیخواستن، چهار تا بچه دارن، نمیخوان برای بچه آخرشون پول بدن. آخه تفاوت ها چقدر عزیز من، یه زمانی هست که من میگم خونم 1,000,000، شما میگید 100,000، میگم خیلی فاصله داریم، میگم 1,000,000، میگه 900,000، میتونیم بحث کنیم. اولا کی این سخنرانی رو کرد، مادر یا پدر؟ بیشتر پدرم. پدر وقتی گفتی چرا این کار کردی، پاسخ ایشون چه بود؟ پاسخشون این بود که من که دروغ نگفتم، واقعیت ها رو بشار. گفتم، در صورتی که خب هر نیازی نیستش که هر ما نرفتیم که فقط از چیزای منفی، صحبت من اینه که چرا ما فقط منفی گفتیم و این خانواده یعنی نسبت ایشون منفی؟ منفی نه، صبر کنید عزیزم، من از اول با شما سر به عقل و استدلالتون مسئله دارم. یک کسی که واقعیت رو میگه منفی نگفته. من اگر بیمار در حال مرگ دارم، بیمار در حال مرگ، اسم این منفیه؟ من اگر پدر آمدند در حالی که توان 100 تومن داشتن گفتن 50 تومن، بله منفیه. ولی وقتی که 100 تومن رو گفتن چرا منفی؟ شما انتظار داشت به چیز دیگه بگن؟ نه ببینید عزیز، شما نه با واقعیت نه با عقل کار ندارید، همینی که گیر افتادید و گرفتار شدید. بله مثلا پدر اون دید منفی رو دادن، استدلال این دختر خانمی که با شما این همه مدت بوده چه بود؟ یعنی شما که میگفتی بابا جان بابای ما 100 تومن میتونستیم بدیم، گفت حقوقم 100 تومنه در حالی که 200 تومنه، و این میگفتید مسئله حل میشه. من خب نمیخواسته توقع و انتظار، اصلا بنا نبوده که همچین منظور من شاید من خودم منظورم رو بد میگم. اتفاقا خود دختر خانم هم این رو من گفتن که من پدرت رو آدم صادق دیدم و چیز معلومه این مثبت از نظر من مسائل صادقانه و خیلی خب دستشون هم درد نکنه که صادقانه بیان کردن. خب معلومه. آقای دکتر من فکر میکنم که حالا من نه صبر کن، صبر کن تو نه صبر کن، دست و پا داری میزنی بی خودی عزیز، برای که به من داری پیامو میدی فکر نمیکنم که آدم واقع بینانه، با وجود که حسابداری خوندی، واقع بینانه و عاقلانه ای به این موضوع، اونم سر مسئله مالی که تو کار توه نیست،
بذار ما بریم پیام‌ها رو بشنویم برگردیم با خاطر آسوده، به جای اینکه استدلال کنی و بچرخی و بگردی و مثل الان دو سه تا حرفی بزنی که خودت هم قبول داری درست نبود، حتی دیدی اون دختر خانم و خانوادهش هم برخورد درست کردن. من حتما ترجیح میدم، حتما ترجیح میدم یه آدمی فقیر باشه بگه پول ندارم، تا یه آدمی فقیر باشه بگه یه کمی ثروتمند باشه یه ذره ثروتشو بیشتر از اون نشون بده. اون کار خب پدری شیب و ایرانی. من خودم یه شرایطی رو فراهم کردم، یعنی میخواستم، من خیلی حرف و فکر میکنم دارم که برای گفتن، شرایطی رو خودم حالا با کارم فراهم کردم خیلی خب پس و بنابراین اون ما توضیحات نه صبر کنید بذارید ما پیام شاید اگر من از... زمان یه زمان من توضیح بدم. من حرفی عزیز من شما نشستیم اینجا راجبه پرابلم مسئله مون صحبت کنیم. من پر دکتر برم که سرم درد میکنه که نمیگم پام خوبه قلبم خوبه، میگه تو برای چی اومدی پر من؟ میگم برای سردردم. من میخوام ببینم مشکل و مسئله چیه. شما من میفرم صبر کنی، میگید پدر من اولا واقعیت رو گفت و اوضاع رو بهتر نشون داد، اما خوشبختانه خود من یه توانایی های مالی دارم، برنامه ای دارم، میتونم به آدم عاقل آگاهی نشون بدم که من به زودی درآمدم، سرمایه‌ام، سودم دو برابر، پنج برابر میشه. اینا که همه مثبت مثبت مثبته. و حالا که با یه دختر خانمی میتونید راحت حرف بزنید، میتونید اونا رو بگید، اونم که شناختی از شما دارم، میگم که میشناختید. اینا به جایی که بار منفی باشه که بار مثبته. یعنی اشکالات اقتصادی شما که اتفاقا جنبه مثبت داره با توضیحات بعدیتون. ولی شما یادتونه من چی گفتید؟ شما گفتید مسئله ما مسائل اختلافات مالیه. شما اینو به عنوان اختلاف اصلی مطرح کردید که حالا معلوم شد مثلا نیست. خب الان موضوع و مسئله چی عزیز؟ موضوع اینه که حالا چیزی که من میخواستم در ادامه توضیحاتم در موردش صحبت کنم این بود که ما یه تصمیمی داریم که برای مهاجرت اقدام کنیم و میخواستم که حالا نظر شما رو جویا بشم در رابطه با اینکه این گزینه رو ما گزینه مناسبی میتونه برای ما باشه با توجه به اینکه خب شرایط ایران و از طریق حالا تحصیلی ایشون میتونن اون موضوعی که گفتید با مدرکشون چه کار کنن، ما میتونیم که برای مهاجرت اقدام کنیم و در خارج از کشور حالا برای موقعیت پستاک و حالا منم در تو حوزه کاری خودم مهاجرت کنیم و یه زندگی رو خارج از کشور شروع کنیم. میخواستم ببینم که حالا این موضوعات رو با هم دیگه پیش بردن به چه صورت میتونه باشه از نظر شما. آخه ببینید عزیز، نه گفتم من همچنان گیرم، لطف کنید منو ببخشید چون مگر مسئولیت بقیه شنونده رو نداشتم این گونه صحبت نمی کرد. شما باید بدونید قصه مهاجرت رو برای فرار از این مخالفت و اختلاف خانوادگی دارید انجام میدید یا هیچ ارتباطی با اون نداره، چون یه ذره بوی اونو داره. ما در ایران نصب جوابم بدید، ما در ایرانیم، الان اوضاع به اینجا رسیده، بعد از 6 سال اونا مخالفند، پدر مادر من این گونه عمل کردند، من یه برنامه هایی دارم بهشون گفتم، ولی با وجود همه اینا نیست. الان بیاد فرض رو بر این بگیریم به شما بگن مهاجرت نه، چون شما آمدنتون به خارج دوتایی با هم یعنی ازدواج. حالا اگر معلوم شد که نمیتونید بیاید یا خانواده ها بگن نه، خانواده ای که دخترشون رو به شما در سن 35 سالگیش به قول معروف تو روز روشن تو ایران نمیدن، بگن بیا برید خارج با هم اونجا ازدواج کنید. صحبت رابطه شده و دارن بررسی میکنن که اگر شرایطش باشه ما این کار رو شما عرض بند نه خودمون نه نه مثل اینکه شما عزیز من قربونت برم، من وقتی که یه جایی میخوام فرار کنم یه میرم هر جا که باشه، اون بحث الان من که نمیگم اونو ارزیابی نمیکنم، من میگم اگر شما نتونستید بیاید خارج یا اصلا گفتن خارج نه، یعنی دختر خانم گفت خارج نه اصلا شرایط ایران کاری هم نه، اگر نتونیم توی ایران ازدواج میکنیم. آکه پس شما ازدواجتون حتمی و قطعیه، نصب کنید، پس ازدواجتون چه تو ایران باشه چه خارج از ایران حتمی و قطعیه.
بله از نظر خودمون بله، ما میخوایم از که با هم دیگه زندگی نه کنیم. نه کل دو تا خانواده، یعنی شما اگر چنینه و بعدم با توجه به اینکه از طریق ویزای شما میخواید بیرون بیاد بیرون باید ازدواج کنید، پس شما الان دارید در ایران ازدواج میکنید درسته؟ بله، ولی خب اون قطعیتی که شما فرمودید هنوز اتفاق نیفتاده، باید حالا صحبت ها انجام بشه و حالا ما صبر تغییرش میکنیم. اولیش صورت گرفت. بسیار خوب، پس بنابراین شما باید صبر کنید تا ببینید ارزیابیه به کجا میرسه، ماجرای خارجتون چگونه هست، بعد بگید. حالا دو سه تا سوال دیگه. یک، زبان انگلیسی هر دوتون چقدر متوسط؟ ما خوب، هر دومون خیلی خوب. معلم خصوصی گرفتیم، داریم تازه شروع کردیم و داریم شروع میکنیم، داریم کار میکنیم. اوکی. ولی فرمودید سطح پر شما، تا حالا نخوندید؟ تا قبل از این اینکه پس معلم بنابراین داشتیم برنامه خارج نداشتید. اوکی، اون که بکنم. دوم، اگر شما آمدید قبلا خارج، نداشتیم. خیلی آیا برای 2 سال هزینه زندگیتون شما به عنوان یه مرد خونه پول دارید، دارایی دارید بیارید یا نه؟ بله. اوکی، بنابراین اگر فرض کنید به امریکا یا اروپا فرض نمی کنید، ما 3,000 دلار بخواید، شما 70-80 هزار تا 100 هزار دلار رو پول دارید با دلار 50,000 تومان، بلکه دو سال باید خب حساب دارید، 2 سال حداقل بله بله صلاح اینه. اوکی، اگر شما بگید که اون بله خانواده میدنم حرفی نه. اوکی بسیار خوب، برای شروع زندگی بعد تا اوکی. حالا یک بعد از اینکه آمدید تا اینجا درس خوندید، چون نمیدونم شما کجا میخواید کار، شما کدوم کشور میخواید برید؟ احتمالاً آمریکا. آیا میدونید که یه کسی که در ایران فارغ التحصیل شده به این راحتی؟ نه، ایشون در کدوم دانشگاه درس خونده؟ دانشگاه آزاد هست. خب ایشون هرگز بهشون پست دکترا نمیده. توی آمریکا نمیدم، پستاک نمیدم، بلکه پستاک تعداد محدودیه، اونم کسانی که ثابت بودن بهترین دانشجو بودن. خب ایشون دانشجوی تاپی هستن اصلا، نه در دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد جز دانشگاه مشابهی هم بوده که اقدام کردن برای آمریکا. یعنی کسانی با دکترای ژنتیک از دانشگاه آزاد آمدن امریکا پستاک؟ اوکی. ژنتیک صرفا خیر، ولی خب رشته های دیگه بله. عزیز من آخه رشته به رشته داره، خب معلومه، منم میدونم چی میگم. اوکی، به هر حال حالا پرسش شما به هر حال به من بفرمایید. به هر حال اگر شما یک عروسی میکنید چه در ایران و چه در امریکا، دو اگر بعد از عروسیتون از طریق ایشون بتونید بیایید و ایشون بتونن پستاک بگیرن، عالی. سه، شما من میفرمایید یه 70-80 تا 100 هزار دلار پول دارید که خرج 2 سال اول بدید تا راه بیفتید، بسیار عالی. الان هم که شروع کردید انگلیسی بخونید یا انگلیسیتون رو بهتر کنید که بتونید بیایید، همه اینا هست. موضوع و مسئله چیه اگر هست، یا هیچی پرسشی نیست، همه چی روشنه که همون پرسش من در رابطه با این بودش که این موضوع رو شما برای این ازدواج نه اصلا من اصلا دلیل نمیبینم شما بیاد خارج. شما کار دارید، زندگی دارید، برنامه دارید، سرمایه گذاری کردید، چون دکتراشو گرفته اونجا میتونه مشغول به کار بشه، برای چی میخواید بیاد تو 35 سالگی تازه بیاد ایشون اینجا درس بخونن؟ 3-4 سال 5 سال طول بکشه که بخواد یه چیزی بخونن که پستاکو شک دارم. بعد داستان بچه دار شدن ایشون موضوعش منتفی میشه. شما اگر میخواید ازدواج تو برنامه چی؟ توی برنامه ما چنین چیزی نیستش بچه دار شد. شما دوتا بچه نمیخواید داشته باشی؟ تا حالا که نظر هر دوم منفی بوده راجع به. بنابراین اگر پدر و مادر را بدونن 100% هر دوتا خانواده با ازدواجشون مخالفن. خانواده اونا به خاطر مخالفت شما، نه دخترشون، خانواده شما به خاطر مخالفت دار.
شما چی کار دارید میکنید عزیز؟ ببخش من عزیز، یه دفعه دیگه ازت معذرت میخوام. خیلی حرفا تو هوا و به واقعیت ها نزدیک نیست. اصلا موضوع خارج برای چی؟ تو این سن و سال شما برای یه جامعه درست شدید مانند ایران، حسابداری اونجا رو خوندید، آگاه اونجا هستید، برنامه‌ای برای آینده دارید. ایشون دکتراشو درس خون که اونقدر نبوده، از دانشگاه آزاد آمده اونجا دکترا گرفته، با توجه به امکانات و وضعیتی که دارن میتونن خوب کار بکنن. بیاید اینجا، بعدا میخواد اینجا بمونید که چی بشه؟ الان شما هر دوتا به ثمر رسیدید در ایران، شما به ثمر رسیدید، سالهاست دارید کار میکنید و یه برنامه های خوبی هم برای پیشرفت دارید. ایشون هم دکتراش رو گرفته، اگر با ازدواجتون موافقن هم اونجا بمونید. حالا اگر به خانواده هاتون بگید ما بدون که معلوم بشه از این چهار نفر، پدر مادر شما، پدر مادر ایشون، بگید شما ترجیحتون اینه که ما ایران باشیم یا بریم امریکا، خانواده شما میگن ترجیح ما چیه؟ پدر و مادر شما ترجیح خانواده ها که معمولا تو ایران موندنه، ترجیح من هم خب اگر ترجیح نه بدونن ولی نه 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 ولی هم نه، 100% من ترجیح هم. عزیزم خیلی تو هوایید قربونه، شما برای چی بیاد اینجا؟ گم میشید، گرفتار میشید، جدا میشید، 6 سال با همی تمومش کنید، ازدواج کنید، دوتا بچهتون رو بیارید، بعد بیاد خارج. هر دوتا انگلیسیتون هم اول بهتر موضوع کنید، ازدواج، اول ازدواج رو حل کنید، دوم انگلیسی رو، سوم راهی بشید. امیدوارم همه چیز هم آنگونه که